بسم الله دادی من باشم ببری. گفتم بی سر صدا ببرم که بی سر صدا ببرم. نمزاری که. کجا ببری؟ بخم ببینم. نگیر تو رنج. برای چی؟ دیرو که بالا بود گرفتی دیگه. الان نگیر. الان دیگه مال مردمه. عکسش میشه آینه دق. کی گفته مال مردمه؟ این تو همین خونه مشتری داره. وایسا ببینم. چی تو شد؟ آبشه کشیدن چلو شد. اگه بخوای شیرازی حرف میزنی ها. بله بخن. فروشینی بچه، برو رد کاره. یعنی من اندازه اون بشر دوست کلا بردار پیشت اعتبار ندارم؟ این مگه لشک تورنج نیست؟ مال منه دیگه. واسه شما قالیشو میبافم. قالیچه که به درد نمیخوره. قالیچم بخرم ازت. همینطوری کم زحمت میکشی تو؟ همم مدیونتی. یه طوری شده خیال میکنم تو مامان منی. اینطوری نمیشه. یه لحظه صبر کن. تورنج. بشر روز چقدر میده برای این؟ حالو هرچی. حالو هرچی نداریم. چقدر؟ یک و نیم. من دو میخرم. یک الان یک ماه بعد. قبول؟ بگو قبول. دلم میشکنه ها. حالا قربونم دلت شم. قبول. دستتون شما میشه کم به چرخ نیستم اینجا. دستتون من اینجا. مرسی. دست منو نگاه کنین لطفا. آها مرسی. ممنون. خواهر عروس رو دیدی؟ خواهر دوماد که بدتر بود. من میگم دو سال بود. چی میگه بابا دو سال؟ با این خواهر شوهری که من دیدم حداکثر 6 ماه. پارسال مهندس برق رو یادته؟ اینا هم اینا هم اینا اینقدر بمونن که با آتلیه تصفیه کنن. بقیهش به ما چه؟ ماشین عروس اومد بگیرش. تو ندایی او هم نمیدوه. طاهر نمیشناسیش؟ بفرما من که نمیدوام. خب بفرما. بابا تزریق ساعت داره. بهش بگو بده به من اینو. نمیخوام. امشب دکتر رو با خودم تزریقش هم بلدم. ببینش. من از شما خواهش میکنم آقای دکتر. بده.
خب تموم شد. خدا خیرت به دسته، حالیم نشد. حالا همین روزا نوبتت میشه، خیالت راحت میشه دیگه. شلو بابات بیاد بعد. میام. آره بیا، یه دونه آمپول گنده برات آماده کردم، میخوام بزنمت. الکی میگی؟ من الکی میگم؟ بابا هم میام، همه چی درست میشه ایشالله. این دفعه نمیذارم ببریاتی. حالا میبینیم کی میبره. اگه بردم چی؟ من حتما میبرم همون کافه‌ای که دوست داری. آه دروغ میگی. نه چرا دروغ بگم؟ میدونی چرا امروز جلو زدی؟ برای اینکه تا شب باید بیمارستان باشم، نمیخواستم انرژیم زیاد نستم. باشه تو معلومه که من خوبم. حالا الان چند شیفت رفته میبینیم برسم؟ اگه واسه خودت میپرسی که 3 شیفت، ولی اگه برای مامانت میپرسی که این هفته 2 شیفت نمازی هم، حتما نوبت مامانتو پیگیری میکن. تو چرا اینقدر باهوشی؟ باهوش نیستم، هوش برم. ای وای، یه مدرک کاردانی گرفتی، ما رو کشتی ها. خب تو هم اگه انصراف نداده بودی میتونستی بگیری. امروز برم دنبال بابام، چند وقت دیگه هم کبد مامانم نوبتش بشه، خیالم راحت میشه، دوباره میرم دانشگاه. ای جان آتی جونم، تو میگی بابام اگه برگرده دوباره همه چی مثل قبلنا خوب میشه؟ چرا نشه عزیزم. مامانم یه حرف خیلی خوب میزنه، میگه کافی آدم یه چیزی رو بخواد، حتما اون اتفاق میافته. این حرفو قبلا به شاگرداش میزنه. عزیزم چت دلم براشون تنگ شده. خوبه؟ آره خوشحاله که بازنشسته شده. از یه طرف هم دلش تنگ میشه، میره مدرسه سر میزنه به بچه ها و همکاراش. عزیزم یه روز میام خونهتون. بیا حتما، کلی خوشحال میشه. بابا بیاین بیرون. بیاییم بیرون دیگه. من نها کن، من نها کن. اینجا بخندین دیگه. باریکلا، خیلی بهتر شد. مادرت نیمه؟ نه نمیدونم، میخوام غافلگیرش کنم. بفهم اگه این دفعه منو ببینی خوشحال میشه؟ با معلومه که خوشحال میشه، هممون خوشحال میشه. حالا چطوره؟ همین روزا نوبتش میشه. بابا بد کردین نذاشتی برات جشن پاکی بگیریم. حالا اون دفعه که گرفتی چی شد؟ هیچ کم نیست بهت گیر بده، خود به خود گیر بده. بابا فقط حواست باشه. حواسم هست، این دفعه دیگه حواسم هست. خدا روشت. گلشیرینی گرفتم تو ماشینه. ماشین؟ در بس گردم، فقط معطل کنی پول تأخیرم میگیره. خب پول تأخیرشو میدی؟ من چرا باید پول تأخیر بدم؟ توی به من میگه اونجا وایس تو چلیک چلیک از من داری عکس میگیری. خب پول تأخیرشم خودت باید میدی. بفرما بفرما. زیبر خانم حالا چطوره؟ زیبر خانم خوبه. اتفاقا چند شب پیش بچه‌هاش خونه نبودم، میترسید اومد خونه ما. مامانت خونه هست؟ بله خونه هست. شما باز کن. من چطور باز کنم؟ دستم پر خوب. بفهم. جات خالی بود خیلی. یه لحظه خواهی چی کار کنم؟ عکس
میخوای این لحظه رو ثبتش کنی. خب بخند دیگه. دارم میخند. چرا ای تو پس؟ خالی شدی. دیرو دار قالی بود، حالا دار خالی. تو رنج قدغن کرده دیگه نبافم. خوب کرده. خجالتم اروش اروی دار ارو همه. حق داری، با شوهری که تو داری حق داری. منصور معتاد و مثل دیوونه، خودش خجل نیگه. دوباره یهش خجلم. دوباره شروع نکن، بز برسی آمو. البته این دفعه با دفعه های قبل تو منی 700 فرق داره. منوز محض خاطر گل روی تو هم که شده پاک میمونه. شک ندارم منصور. یه زندگی و تشکیلاتی برم بسازم که همه انگوش بده هم بمون. تو یه بار ساختی، دوباره هم میسازی. اصل حالت چطوره معلوم؟ بهتری؟ شکر. کاش یه کمپی بود منم میبردن یه هفته، یه ماه، یه سال. میخوابیدم بعد پاک میومدم بیرون. ای توموره میگن خوشخیمه، اما امونم رو بریدم. تو رنج میگفت گذاشتن تو نوبت. بایی که خوب نی، هر کی رو به موت میره میذارنش تو نوبت. بعد به دلت نیار مهنز، تو بدبختی گروه خونت هم نمیخوره. من جیگرم رو اعدام میکردم. جیگر چیه منصور؟ کبد. خب حالا یکی هم خواه. خب حالا شما بگو کبد. حالا هر چی مهنز. کاش میشد من مال خودمو بدم به تو. مگه کلیه است؟ خب کبد هر کی یکی داره، همون یکی هم مال خودش. یکی داره؟ مال خود خودش؟ سر کارم گذاشتی؟ فکر کردی من ساده؟ نه من آجون، فقط این گروه خونیمون به هم نمیخوره. بگر نه من، ما از اولم گروه خونیمون به هم نمیخوره. معنات؟ خالی ما از این حرف هم نمیشه. آه چرا؟ چرا؟ من یادم نمیاد. من میگفتم شما یادت نی. شما یادت نی. حالت هم ایشالا خوب میشه. بعدش گروه خونی مونم به همه میخوره. نگران نباش. شما نگرانید. چی نباش. نیستم. شکر خدا شما اومدید. بله من اومدم مثل یه مرد. کلاس دارم. تازه شبش هم مجلس دارم.
طاهر نمیای؟ نخوردم هنوز. بابا من دیرم شده. شما طاهر میبری؟ من؟ آه من خودم هم یه چند جایی کار دارم میبرم. دستت دردم. ماما خداحافظ. سلامت. طاهر خداحافظ. خداحافظ. خیر پیش. توف به خیراتت منصور. نگو منصور. خلاف شهر که نمی کنه. بار همه رو دوششه. بستشه بستته. چقدر میخوری؟ باقیشو بذار برای فردا. سیره شدم هنوز. میگم مهناز من کمپم نرفته بودم این قد میخور. خب گوش نشه بچم. سیر شدم بابا. خیلی خوب سر سفره بگی جمعش کنی بریم. آه نمیخواد نمیخواد خودم جمعش میکنم. طاهر دیرش نشه. غیر من اینجا همه یه چای دارن که دیر بشه. لا اله الا الله. نه دیگه حقیقت دیگه حقیقت. پاشو 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 ببرمت. سمت دامنشون یکم پفش زیاده. آه یکم حالا صافش کن. آها آقای دامادو میتونی ببری اون طرف تر یکم. دستتون درد نکنه من. سمیه جان برو بیرون خوده. حاضر؟ اینجا رو نگاه کنی لطفا. سرتون یکم بالا باشه بری اینجا رو نگاه کن. کوچکم گرفتم. دست در نکنه خیلی خوشمزه. نوشه جان چیکار میکنی؟ بیا برون بیا برون بر نمیه پاشم بیا برون من خودم میشورم بیا برون این بر بیا برون من دوست دارم دست دارم طاهر بابا برو در وا کن میگم میخوام فردا برات یخنی نخود درست کنم دست دارم همون که خیلی دوست میداری منصور آقا ببین ای تورنج من غذا رو نیذارمش یخ جان سلام خاله حالت خوبه؟ قربونت برم سلام خوبی همون؟ سلام کریم بی صفت اومده منصور تو رو خدا آبرو ریزی نکنی یا اگه حرف مفت نزنه من آبرو ریزی نمیم خب حالا شما بی برو تو بیا برو تو بدش من مناز جون میتونم لیا حالا خوب که شدی کار میکنی بعد شام اومدیم که زحمت نیفتی چه زحمت شام که بود اول شام فقیر فقرا به شما نمیسازه الحمدلله شما که سفرت همیشه باز بود آق منصور بعد از اینم به امید خدا باز میمونه بله بفرم خب آق منصور نبود چند وقت تعریف کن طاهر بودو ماما خیلی ممنون شما بفرم سلام سلام خوبی؟ آره مهمون داری؟ آره خاله یا اینا میوه خریدی؟ از تادار آوردم بیا تو ببرشون تو آشپزخونه من برم بالا باش بودو عروس خانم اومد سلام سلام حالتون چطوره شما بفرمه به جایی تو بفرمه کارم طول کشید دیر کردی دختر که تایی وقت شب بیرون نمیمونه ببخشید بابا براتون توضیح میدم پونه جون میای کمک من بریم آشپزخونه یه چیزی بیاریم لباستو عوض کردی؟ آره مامانم تازه دخترتش پوشیدم زوغش کن برشم تو جلو این انقدر به من نگو عروس خانم عروس خانم شاید خوششون نیاد اونا خوششون نیاد مهم پیمانه که خیلی خوشش میاد تو که انقدر بزرگ شدی که تو همه چی دخالت میکنی برو اون پیش دستی ها رو بشی بودو بفهمید ممنون
دست شما درد نکن. ممنون. به به چه لباس خوشگلی هم پوشیدی. چشمتون قشنگ میبینه. قرصتو خوردی شما؟ ها. اصلا دیگه معلومه کی مامان کیه. خب من مامان شما هم دیگه. شلوغ هم بکنی میرم از اون آمپول گنده ها میارم. اوه این که از مامان بهجهت خدا بیامرزم سختگیرتره. نگفتی آقا منصور. انگاری بهتری الحمدلله. تعریف کن. کجا بودی؟ بدبختی آقا کریم. پی بدبختی. خدا نکنه. بزنم به تخته شما که از کریم آقا سرحال‌تری. ایشالله آبجیمم که بهتر شه دیگه همش خوشی و خوشبختی باشه. ایشالله زودتر تورنج و پیمانم عقد میکنن خوشیمون کامل میشه. پونه. اصلا به من چه؟ فقط لباس بپوشین عکس بگیرین من ببرم مدرسه پوز بدم. امسال 3 نفر شیرینی آوردن مدرسه. همه میگن چی شد پس داداشت؟ ایشالله هرچی خیره. پونه. بچه هم دیگه لایقان. نمیدونن هر کاری مقدماتی میخواد. حالا بریم جلو ببینیم چطور میشه. فعلا که ما برگشتیم سر خونه اولمون. اتفاقا میخواستم راجع به همین موضوع صحبت کنم. میگم آقا منصور چطوره تا اوضاع رو براشه یه چند وقتی بریم پیش کریم آقا. بعد میگم کریم هنوز خدا بی اعتبار نشدم که بخوام مزاحم فامیل بشم. من خودم این فکرهایی دارم. شما دلنگرون نباشین لایه خانم. آروم بگیر که بچه. بفرمایین بفرمایین. کمک نمیخوای؟ میمون تو چرا پا شدی اومدی اینجا الان؟ بابا ما اومدم پیش نامزدم به کسی چه مربوطه؟ بابا اینا مثل کارت و پنیر هم نیبینی؟ ما چه؟ اینا از اول همین بودن دیگه. ما هم که باید زودتر تکلیفمون روشن بشه. من خودم الان نمیدونم تکلیفم با خودم چی. ما که با هم صحبتمونو کرده بودیم. آره ولی تو الان وضعیت منو میدونی چه شکلیه. میدونی چه فکرم مشغوله. بعد تو اصلا خودت بابات راضیه؟ فعلا که چیزی نمیگه. ولی اون با تو مسئله ای نداره. اون مشکلش با آقا منصوره. منظورم همینه. تو که از جانب بابات خیالت راحته نه؟ پس مشکلی پیش نمیاد دیگه. سفارش نکنم و مراقب خودت باش. خیالت راحت تو رنج هست. شما ماق منظور یه دندگی نکن. یه مدت برو پیش کریم تو ایشالله همه چی رو براشه. کریم خودت بگو. مغازا که متعلق به خودشه. آق منصور اراده کنه من تمام قد در خدمت شم. اما مهم اون اراده. خدا رو شکر هم ارادهش هست هم اعتبارش. موقع داشتن اینقدر دست افتاده ها رو گرفتم که این روز روز لنگ نمونم. آقا کریم بر منکرش لعنت. لعیام اگه چیزی میگه من از خاطر انسانیت و فامیلیه. بله اون که البته انسانیت و فامیلی و مرام شما خیلی وقته به ما ثابت شده. خب دیگه ما رفع زحمت کنیم. خداحافظ. خداحافظ. به سلامت. خداحافظ. ماما بودو آمپول بود. مردی که بی بوته بی خاصیت. چش میکنی؟ چیزی نگفت که کریم آقا. آقا؟ آقا نبود. آقا شد. اون وقت نبود حالا شد. واسه من اراده میکنه. مصیبت من تو که تقصیر کسی نیست منصور. هی دنبال مقصر میگردی. معناس فیسای فاده هاشو ندیدی؟ میدونم میدونم منصور. یه چیزا رو میگی تو رنج ناراحت میشه. نگو. میگم منصور و کوچه‌وار پلو خوریا تو چمدون قرمز است. میری بیارش فردا میخوای بری بازار برات اتوش کنم. آب رو دار بری. ببینم فردا من رو سفید میکنی. چشم. شما هم بفرما. چشم. 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 بفرما.
بفرم. سلام علیکم. سلام آقا منصور، چه عجب از این طرف ها؟ بفرمی چطوره؟ خوبی؟ بفرمی بفرمی چطوری؟ خوش اومدی. آره آقا منصور، شما از دوری چیزای شنفتی و از بازار خرابتر از این حرف هست. ای بابا، همین روز هست که نرم رد کنم برم. اون وقتی شما تو این بازار آقایی میکردی نه اینقدر الان که از حرفی از هند و چین و ماچین بود، نه اروپا رو کود، نه تحریم محریم کمرش گسته بود. مگه تحریم ها رو بر نداشته؟ حاج علی رو که میشناختی؟ آه، شریکی دستباف میبردیم دوبه. دستبافی رو بیل که زده تو کار ماشینی. چند وقت پیش بچه ها دم اتحادیه دیدنش، دنبال باطل کردن پروانه. جدی میگی حاج از خیر؟ یا الله. بفرما، رفیقمونم که اومد. بح، سلام آقا منصور. بح، آقا فاضل. حالت چطور کاکو؟ شما خوبی؟ آقا منصور اومده واسه مشورت که آیا دوباره شروع کنه یا نه. شما واسهش کاری، پیشنهادی، چیزی نداری؟ حالا الان؟ حالا این موقع؟ تو حالت خوبه منصور؟ ای بابا، کار که بلده، اعتبارم که داره. اولا که الان بلد و نابلد همه بگلن، یکیش خود من، همین امروز فرداست تشتون بیفته. خدا نکنه. خدا نکرده، کسادی بازار کرده. بعدم کدوم اعتبارامو کسی که از گوش و گلو زن و بچهاش بگیره خرج قمار رو احتیاط کنه، اونم با امثال و خسرو پدرنامرد، یه اعتباری براش نمیمونه. نصیحت و شماتت نکن فاضل خلوی. این که اینجای جور نشسته منصور خان ها، یادت نمیاد؟ منصور خان دلش دریان، روزگار هممونو خار کرده، منصورو خارتر. خودش میدونه اگه زبونم تنده عوضش خوبیشو میخوام. دور قالی خط قرمز بکش منصور، قرمز لکی، چه دستی چه ماشینی. اگه چیزی برات مونده برو بزن تو بساز بفروش، اگرم که نمونده یه لگنی به خردنده بزن. خیلی ممنون رفقا، بیشتر از این مزاحم نمیشم، منم از زیاد. حالا کجا منصور؟ بذار درست حسابی حالتو بپرسم. حالش بپرسی؟ گفتیم مشورت بدهم و زدی بنده خدا رو به خاک کوچی یکی کردی. قد دل نازک نبودی؟ ای بر پدر مخدر صنعتی لعنت، دوره آخر و زمانه به خدا اصغری. حالا چی کار میکنی؟ میری؟ معلومه که نه، تو این وضعیت باشم برم تهرون چی کار؟ من بودم میرفت. حالا که تو نیستی. حالا این دختر کی هست؟ شادی، دختر خیلی خوبیه، با ما هوشبری میخون. انصراف داد رفت تهرون. بعد اون روز عکساتی که واسهش فرستادم کلی ذوق زده شده بود، زنگ زد یه ساعت قطع نمیکرد. میگفت این همونه که من میخوام. دور برد نداره. گفت دوستت نابغه عکاسی. آخ اینو که تو بیازارش زیاد میکنی. چرا دیگه میشناسمه. حالا این خانم بیانیو ببین چت اعتماد به نفس منو میاره پای. به خدا عکسای من نباشه 6 ماه نشده در آتلیهشو میمنه. عزیزم برو یه جایی که قدر تو بدونن. بابا باید حرف بزن برو تهرون. مامانم ول کنم پاشم برم تهرون به خاطر پول؟ سه برابر حقوق میدن، میدونی یعنی چی؟ فکر کن تازه اون موقع میتونه بری اونجا درسم بخونی. داداش من رفت اونجا فوقشو گرفت برگشت، الان کلی کار واسش هست. دست درد نکن. از دوست تشکر کن به بوتم که روحیه دادی بستم. به من شو. شمارهشو میدم خودت تشکر. ای وای حالا قهر کرد. به جای این کار رو یه کاری کن نوبت مامانم بیفته جلوتر. به خدا هر وقت میرم تو اتاق پیوند دختره میگه شاخص MELD. اینا ما رو کشتن با شاخص MELD. پارتی باز نیست. پارتی که من 100 تا آشنا نمازی دارم، اینطوری که نیست که. اون روز با معاون بیمارستان تو اتاق عمل بودم. میگفت که آمار متقاضیای پیوند کبد بالای 1600 تاست. فکرشو بکن. اگه یک سومشون هم حالشون بدتر از مامانت باشه همین میشه دیگه. من نمیدونم دیگه. من امیدم به خدا دیگه به توه. تو رنج امیدت به خدا باشه. ناشکری نکن دختر. الان بابا ترک کرده، دوباره همتون دور هم هستین. ان شاءالله مامانت پیوند کبدش درست میشه. پاشو دیگه این حرفا رو نزن. امروز مهمون منی، بردی دیگه، هر چی دلت میخواد سفارش بده. چی؟ ببین این تهو ببین چقدر پول. بله آتی خانم، خود کرده را تدبیر نیست.
ایشون میرن ترون، پولدار میشن، دیگه تعبیرت هم نمیگیرن. همش این تو. یعنی من از یه تحویلم گرفتن که بیا و ببین. نه که اون وقت هر کسی سری چک و وعده دوچار مشکل میشد، من دست شکم حاضر بود. الان هر کسی یه جوری میخواد جبران کنه. خب فشارت هم که خوبه. خدا رو شکر. خدا رو شکر. میگم و فقط مثل دفعه قبلی سنگ قلابت نکنه. نه من آجون، دفعه قبلی کاهلی از خودم بود، این دفعه وز فرق کرده. این دفعه من میخوام شرایط تغییر بدم، نمیخوام وایستم شرایط تغییر کنه. به قول این سرگروهمون تو کمپ، چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد. گفت شما باشه لطف خدا. مام بیا بریم تو اتاق که وقت آخوخت. با اجازه منصور آقا. خدا شیم حرف میزدیم، نمزاری که. خب زود میزنم، زود برمیگردی. تو رنج بابا، سفارشی بزن. بابا الان فقط کبدش نیست که تو کن داره، قلبش هم ضعیفه، یه وقتا فشارش تا 4 میاد پایین. جان ترنج سر یه کاری برو، هر کاری. اگه هم بد بود، اگه هم درآمدت پایین بود، من خودم کمکت میکنم. یه کار برام پیدا شده تهران، اگه لازم باشه میرم تهران تا کم نیاری. گفتی تهران؟ تهرونو که برای مثال گفتم. الکی هم که شده سر یه کاری برو، من خودم زندگی رو میچرخونم. فقط نشون بده همه چی اوضاع رو به راه. نشون بدم الکی دیگه؟ خب میخوایم حالش خوب بشه دیگه. الکی هم گیر نده بالا شروع کنی. هم پیش شوهر خاله کسی هم شده برو، اگه هم بد بود فقط وانمود کن که خوبه. مناس؟ مناس مامانو چیکار داری؟ آمپولشو میخوام بزنم. بیا ببین چی میگه. من هیچی نگفتم. این چرا فکر میکنه که من به فکر تو نیستم؟ من نگفتم شما به فکر نیستی. حالا که حرف میذاره تو دهن آدم. من میخوام همه چی رو راست و ریز کنم، چرا باید وانمود کنم که همه چی خوبه؟ من اینجوری نگفتم. چرا؟ تو گفتی الکی وانمود کن همه چی خوبه. شما حالت بده. من چهار تا چهار قرون برداشتی آوردی تو این خونه، فکر کردی که خبری ها؟ توف به غیرتت منصور، گرفتی زیر بلیت دخترت. توف به غیرتت. برای من تهران تهران میکنی ها؟ بچه جوجه تو یادت نیست، ولی مادرت خوب یادشه که من خودم از کجا رسوندم به کجا. حالا وایستادی جلوی من میگی بشین تماشا کن ها؟ شیطونا لعنت کن منصور آقا. نشنیدی چی گفت؟ نشنیدی مناس میگه من برم پادویه کریمه بکنم، خانم تشریف ببرن تهرون، خرجمو بدن. من اینطوری نگفتم. چی گفتی؟ اصلا گفتم خوب کردم گفتم. اگه هم نتونی خودم میرم تهران خرج خونه رو میدم. غلط میکنم بیرک. غلط کرد، غلط کرد. بس بزنه مگه، برو اولشه. توف به غیرتت منصور، توف به غیرتت. بفرما، بفرما. با خون دل بچه بزرگ کن، اون بچه سفید میاد جلوت وای میسه، به خاطر یه لغزش ادای آدم بزرگا رو در میاره. توف به غیرتت منصور، توف به غیرت خاندان من که رگ و ریششون رسید به من بیرک. نگو بخوا منصور. این وضع من درست میکنم. آره این وضع هیچکی درست نمیکنه، فقط اون که درست میکنه منم. بفهمم یه قرون ازش پول گرفتی مهناز، من میدونم و تو. چش چش، جهازش رو ردیف میکنم، پسر کریم بیاد ورش داره با خودش ببره. روشنه؟ نشنیدم. روشنه؟ آه روشنه، روشنه. شما بفرما، شما بفرما. هیچی نگو. همه بابا دارن نیستی با هم؟ برگشت بابا،
ها تو حیاته برم منت کشی ها بیزو تو حال خودش باشه شاید راست میگفت من علکی گیر دادم شاید درست شده دیگه بابا درست بود خیلی یه مدت گیر آدم های غلط افتاده بود زندگی دیگه دیگه بر نمیگرده نه خوب خوب شده نه نه ایشالله بار تو هم سبک میشه منم از شرمندگی زحمتات در میام چیه؟ چی چی؟ چی میخوای بگی؟ معلومه؟ میگم ها اگه یه وقت زبونم لال بابات نتونست و منم نبودم حواست به طاهر باشه نمیخوام بشنوم اینا رو طاهر رو دور نگه دار بگو چشم نمیگم بگو چشم قالی قالی میکردی ایجاز که میخوام خوب شی بزرگشو ببافی برام بندازم تو اتاق کوچیکه خواهی نمیخوای بشر دوست میخوادش فروختیش به میخوای پس بگیری تا بزرگشو نبافی بهت پسش نمیدم بخوا دختر شب بخیر یکی دیگه ببخشید من یه لحظه الو آتی زود بگو جون بگو آتی دروغ میگی ای وای باورم نمیشه قربونت برم آتی باش الان زود میرم همین الان میرم باشه قربونت خدافظ چی شده تو رنگ؟ وای پریسا باورت میشه یه کبد جوون واسه مامانم پیدا شده آی. من میتونم برم پریسا؟ نکن ماما
Sen bu düşme encamları da bırak. Bir tane kolay.